اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه، ولی من نیستم که این کار نشه. اگر که بنا باشه بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت، این قوم نکردند به ناموس برادر. چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به گوری. میخواست مرداک خانه پدری باشد، میخواست اقمار چارگوشه دنیا را زیر نگین بگیرد تا بانگ عشق خرم و سلطانش بالانشین خانه ما باشد. با جعبه های جادو هر بامداد و شام در گیر و دار بود، با لبخند بی امان، یک پاپیون سیاه، گاهی سیگار برگ، پاسپورت سبز خانه دوری در آبهای کارائیب، یک شرکتی بزرگ در پشت توپکاپی، بنز سیاه شیشه‌ای خوش رنگ در دست چپ، مفید در دست راست عقیلی، یک سلسله افسانه‌های امروزی بر باند و بند و سی دی و دی وی دی و نام جم که جام جمش بود. مردان کین و قهر، سربازهای حزب الله با 27 تیر پایان آرزوهایش را تصویر کرده بودند. در سوگ او آوازخوان تنهایی با چنگ می سرود، می خواست مرداک خانه پدری باشد، مردار عشق شد. منم عاشقانه ایرانی دوست دارم، فکر می کنم تنها آرزوی زندگیم. شاید بعضیا بگن که مردان تو زندگی خیلی دغدغه‌هایی داشته باشن، یکی میگه من به پول رسیدن، یکی میگه من به قدرت رسیدن، یکی میگه که من به تفریح و خیلی از موارد. امروز تنها دغدغه من آبادی ایرانه، یعنی آرزوم اینه که یک روزی زنده باشم و شاهد ایران آباد باشم. و اینم همیشه میگم احتیاج نیستش که چندین نسل بگذره، تمام تلاشمون رو میکنیم که یک روز ایرانی رو ببینیم که هم خودمون بهش ببالیم هم دیگران. اگر امروز بگم ایران، میگم وجود من، میگم حس من. به همین سادگی که اومد، به همین سادگی هم رفت. سعید کریمیان. درباره سعید خیلی میشه حرف زد. میشه آنقدر ناجوان مرد بود که فارس نیوز شد، افسانه ساخت، فتوشاپ درست کرد. سعید و چه به بیوه مسعود رجوی، سعید و چه به مریم رجوی، سعیدی که تو جبهه جنگ ایران و عراق زخمی شده و شهید زنده است، او را چه به مسعود رجوی که وطنش رو با صدام معامله کرد. اینقدر ناجوان مردانه جمهوری اسلامی فردی رو به قتل میرسونن و بعد میان براش داستان میسراین. یادمون رفته وقتی زندیات دکتر بختیار رو کشتن، درگیری های داخلی، چون پول رو قطع کرده بود از کارمنداش. زندیات دکتر قاسملو رو کشتن، درگیری های داخلی حزب دموکرات، در میکنوس اون جنایت بزرگ رو کردن و
معلم بزرگ صادق رو کشتن و یارانش رو، شرفکندی رو. اختلافات درون حزبی پکک با اینا اختلاف داشته. سینه زنده دکتر برومند رو شکافتن. در درون جبهه چون پولا دست اون بود نمیدونم نهضت مقاومت، هر کسی رو کشتن داستانی براش آوردن. فرزندانمون رو که در ایران کشتن، سینه فروهرهای نازنین رو شکافتن، مختاری رو، شریف رو، پوینده رو، هر کدوم اینا رو نگاه میکنیم که اینا کشتن، غفار حسینی رو، احمد میرعلایی رو، برازنده رو، دکتر سانعی رو، دونه دونه از کدوم دیگه بگم براتون، هر کدوم کشتن یه افسانه بغلش ساختن. چند جا هم لنگ شده، مثلا حاجی زاده رو که با پسر کوچکش کشتن، شاعر کرمانی، نمیدونستن چی بگن. برای سعید هم نمیدونن چی بگن. سعید خیلی امبیشس بود، خیلی رویا داشت، واقعا میخواست مرداک ایران بشه. چند یکی دو ماه قبل در یک سفر کوتاهی که به لندن داشت گفت به من که آقا من از ام بی سی زدم جلو، 25 تا کانال دارم و بعد گواره کانال عربی هم میخوام را بندازم و چیه ما کمتر از اسکای، چیه ما باید کمتر بشه. یادم نمیره از یه دفتر کوچک اینجا تو لندن شروع کرد. یه مدتی که من استودیوم در دست تعمیر بود، همون دفترشو که اینجا بود و ما امکانات محدودی داشتیم در اختیار من گذاشت در همین توتنهام کورت رود و بدون هیچ چشم داشتی و من حدود یک ماه بچه‌هام اونجا بودن کار میکردن و از این بابت ازش قدردانی کردم. همیشه هیچ چیز از من نمیخواست، یک بار نیومد بگه راجب من صحبت کن. فقط یه بار که ناجوان مردانه بهش زدن گفتن عامل رژیمه، من اومدم اینجا گفتم این دروغه. ببینید داستان رو بذار اینجوری براتون بگم. این اعمال رو، این قتل رو سازمان اطلاعات سپاه خودش انجام نداد، واگذار کرد به حزب الله لبنان. و براتون دقیقا میگم چرا حزب الله لبنان. حزب الله لبنان یک واحد امفیبیوس داره، یک واحد دریا زمین داره، مردان قورباغه‌ای داره، آدمایی داره که تمرینای عجیب غریب دیدن، یه بار به اسرائیل حمله کردن به کشتی اسرائیلی و اینا تمرینای خیلی عجیب غریبی دیدن، خیلی هم آدمای واردین، گردن کلوف، قدا همه بالای 1.80. واحد آمفیبیوس میاد پیاده میشه در استانبول با قایق، از کجا اومده نمیدونم، پیاده میشه، اتومبیل روشن در انتظارشونه، سوار اتومبیل میشن، از داخل دفتر سعید آدم دارن، عین ناصر قندیل که خروج سعد حریری رو از پارلمان لبنان خبر داد که سعد حریری الان رفت بیرون. و خیلی جالب براتون بگم، در سر راه با سعد حریری و دوست نماینده مجلسش باسل فریحان رفتن، یه دفعه سعد حریری گفت بریم توی کافه بشینیم صدامون ضبط نشه. رفتن نشستن یه جا، 5 دقیقه اونجا قهوه خوردن، نقشه به هم ریخت. ناصر قندیل خبر داد بود اومد بیرون، اونا ایستاده بودن با احتساب زمان باید مثلا 23 دقیقه دیگه میرسید، شد 27 دقیقه نیومد. تماس گرفتن دوباره با ناصر قندیل که مطمئنی اومده، گفت بله اومده. بعد رابطه دومشون خبر داد تو کافه بود، الان راه افتاد که دوباره برنامه تنظیم شد. در جریان سعیدم این اتفاق که افتاد، من خیلی خیلی برام خیلی نشستم فکر کردم، خیلی روی قضیه بالا پایینش کردم. این آقای محمد مطعم شلاهی که دوستش بود، یه کویتی، اصلا شریکش نبود، خودش سرمایه گذار بود، وضع مالی توپ داشت، یکی از بستگانش نماینده مجلس بود، خودش هم میخواست بشه ولی نرفت. تلویزیونی داشتن که مخالف هم بود با شیخ ناصر، اون زمان سر و صدای زیاد کرد، تلویزیون العرب. این رفته بود سعید رو ببینه، با هم برن یه شامی بخورن، قلیون بکشن مثلا.
از دفتر سعید، از درون اون ساختمون یا دفتر آلچ، خروج سعید خبر داده شده بود. برای اینکه اتومبیلی که در فاصله نزدیک هست بعد از 2 دقیقه میتونه بیاد در نقطه‌ای که باز قبلا پیش بینی شده و مطمئناً آدمای حزب الله اونجا هم بودن که اگر اینا نتونستن اونا کار تموم بکنن، راه رو میبنده. ببینید، آدم رو در اتومبیل کشتن بسیار سخته. اگر شیوه کلاسیک کار باشه، یعنی یارو بخواد پیاده بشه بده گوله بزنه. یه روزنامه نگار ایرلندی بود فاش میکرد مافیای ورزش و غیره و از سواری رو. سر چهارراه یه موتور بغلش ایستاد، هفتی رو کشید تو مغزش، زد کش. این یه راهشه، یه روششه. ولی اینا تمام احتمالات رو دادن که گیر نیفتن. پس چیکار باید بکنن؟ مافیایی بکشنش. مسلسل کلاشنیکوف روسی باید او به قتل برسه. 27 گلوله و 3 گلوله به همراه کویتیش متعب، 30 گلوله به بدن اصابت کرده، 40 گلوله هم حتما تو هوا رفته. پس خیلی، اما اتومبیل سعیدو میبینید خیلی تخریب نشده، تیرزنای بسیار دقیقی بودن، هدف رو دقیق گرفتن زدن. حزب الله فانتاستیک تو این کارا، در جنایت رژیم فرزند حرومزاده خوبی تربیت کرده برای خودش. قتلایی هم که در لبنان کردن همه تو این مایه بود، همه سرتیپ حسن رو که کشتن همینطور با اتومبیل پشتش اومدن، رسید توی خیابان و اونجا زدن. در مورد سعید هم همین کار کرد. حالا خیلی ها سوال میکنه، اولا سعید هیچ ارتباطی با سازمان مجاهدین خلق نداشت. من قاطعانه میگم، دروغ میگه خبرگزاری فارس، دروغ میگه میر کاظمی تو سایتش که میاد سعید رو ربط میده به دکلهای نفتی و باز میخواد یه آدم محترمی مثل آقای رضا طباطبایی رو آلوده بکنه. چون رضا طباطبایی باج نداده، باج بهشون نداده، نخواسته برای مهراب کار بکنه و عامل مهراب بشه، نخواسته برای ولایتی وزارت اطلاعات، نه علی اکبر، نخواسته عامل اون بشه، نخواسته آدم بفروشه. الان اونم رب بده. آقای میر کاظمی، میلیاردهای دزدی تو بیا پس بده. آقای علی آقا، دزدیاتو بیا پس بده. آدم متاسف میشه یک انسانی رو کشتن و حالا وزارت خارجه اشک میریزه چون شهروند ایرانی بود. ما از نظر قانونی دنبال می چی رو دنبال میکنید؟ قتل زنده یاد دکتر بختیارم دنبال کردید، قتل دکتر شرفکندی و قتل دکتر مظلومان هم دنبال کردید، سیروس الهی هم دنبال کردید، فریدون نازنین فرخزاد هم دنبال کردید. حکومت قاتلان، وقتی یه قاتلی مثل رئیسی نامزد انتخابات ریاست جمهوری و نامزد رهبری است، چه انتظاری ما داریم؟ چه میخواهیم از این رژیم؟ هشدار به ماها میدید؟ میرید از نظر سیاسی حلقه ضعیف رو انتخاب میکنید؟ کی سعید گفت من سیاسیم؟ خبری هم که پخش میکرد غیر سیاسی بود، شبکه های درست کرده بود، سریال، فیلم، ورزش، موسیقی، سرگرمی مردم مثل همه دنیا. مگه آقای مرداک همه شبکه هاش اسکای نیوزه؟ نه، 100 تا شبکه اسپورت و ورزش و مد و زیبایی و غیره و غیره داره. و سعید هم همینجور بود. اندیشش این بود که یه چیز عظیم جهانی به نام جم تیوی ایران درست کنه. چقدر آرزو داشت بره به داخل. اون اوائلی که تازه را افتاده بود، علیرضا خزعلی اومد سراغش. قبلا علیرضا تو امریکا هم با یک ایرانی دیگر رفت که برای اون کار بکنه، تلویزیونی که حالا داریوش سجادی و اینا داستان دیگری داره. اون بیچاره تاجر شیشه ایرانی ورشکستش کرده. فقط یه آدم صادق اونجا بود، علیرضا حقیقی، فقط، که من صادق ترین آدم دیدم
آدم معتقد اونه. اینا آقای علیرضا خان پاشد اومد دبی که با سعید کریمیان کار بکنه. سعید یه روز به من گفت، اتفاقا دبی بودم، اتفاقا دبی بودم و با سعید توی هتل من نشسته بودیم صحبت میکردم، به من گفت آقا چی میگی، نظری چی؟ گفتم آقای سعید خان آلودت میکنن، به ظاهر این با رژیم کاری نداره ولی تار و پود این رژیم، شیری که از مادر خورده پول شیر از خون بچه های ایران بوده، بنابراین نپذیر، نرو تو این بازی. و سعید نرفت. و علیرضا خان هم دلخور شد و پاشد رفت و رفت دنبال یه پروژه تلویزیون دیگه که نگرفت. به هر حال مدتی بعد در دبی سعید احساس خطر کرد. جریان عباس یزدانپناه که پیش اومد که ماموران اطلاعات سپاه او رو دزدیدن، به قتل رسوندن و بعد جنازه‌ش رو برگردوندن به رأس الخیمه و اصلا معلوم شد با جنازه چه کردن اون زن بیچاره آتنا، بچه ها چه بگو. یعنی رژیم خانه ای نیست که بدون عشق نگذاشته باشه، بدون لعنت و نفرین نگذاشته باشه. لعنت بر شما، نفرین بر شما که از روزی که پاتون رو توی قدرت گذاشتید، از روزی که آقای خمینی برگشت، این مملکت رنگ خوش و لبخند ندید، خانواده های ایرانی رنگ خوش و لبخند ندیدن، حتی اون دزداشون، حتی جنایتکارانشون. شما فکر میکنید روز خوش دارن؟ آب خوش از گلوشون پایین میره؟ فکر میکنید ویلای کامرانیه 60 میلیون دلاری راحت توش نشستن؟ پولا رو برشن رفتن کانادا، رئیس بانکشون راحت زندگی میکنه؟ مافیا میدونید دیگه، در مافیاش کسی که رفت آلوده شد تا آخر عمرش آلوده است. فکر کنید در رفته رفته جزیره نمیدونم سن کلر، رفته جزیره ویرجین آیلند نشسته، نه ولت نمیکنه. با این رژیم در بستر رفتن عاقبت خوشی نداره، گرد بسترم پلکیدن عاقبت خوشی نداره، پشت در اتاقشون هم واسدن عاقبت خوشی نداره. باید از جنس خودشون باشی، از جنس خودشون نباشی پوستتو میکنن، اجیرت میکنن، ازت بهره میبرن و بعد باباتو در میارن. خیلی سراغ سعید اومدن. تفلک طوری شده بود که میمد لندن دفتر من میترسید بیاد. قرار میذاشتیم هتل روبرو میرفتیم همدیگر رو میدیدیم یا جای دیگه میشستیم صحبت میکردیم. رامین میمد بگو آقا اینجا بریم، میترسید بیاد اینجا، ملاحظه میکرد به خاطر مادرش، به خاطر خانوادش، خواهرش، بقیه ملاحظه میکرد، به خاطر پسر گلش. منم 22 ساله بودم، یتیم شدم، برادرم 17 سالش بود محمد، و تحمل اینقدر درد کشید تا در 48-9 سالگی مرد بی دلیل. پسرش داشت تو سوئیس درس میخوند، سوئیس رو خیلی دوست داشت چون خودش هم اول رفته بود اونجا. حالا فکر کنید به پسر خبر بدن باباتو کشتن، ولی مشاله دیدم مثل شیر قدرتمند داره. و بانوی او، بانوی او هم که نبود، اونم قبرس بود، بعد خودشو میرسون به کوری چشم شما، به کوری چشم حزب شیطان لبنان، عامل جنایت سعید کریمیان. من اینو با قاطعیت میگم، پاشم میستم، حزب و شیطان حسن نصرالله قاتل سعید کریمیان، تمام اسلوب و ریزکاری ها کار اونه. بعد کار رو ادامه میدن، جم تعطیل نخواهد شد، من سیستم کارم، محتوای برنامه هام، نوع نگرشم اصلا با جم از زمین تا آسمون تفاوت داره. اما همونطور که من همیشه میگفتم، اگر آقای شبخیز داره برنامه موسیقی پخش میکنه، شو پخش میکنه، طرفدار در ایران داره، تماشاشی داره، دلیل بر این نیست که آدم بدیه یا همدست رژیمه. همیشه من اینو گفتم. آقای امیر قاسمی، اونای دیگه پخش میکنه، انترتینمنت خیلی هم قشنگه. بندم
و آقای شجری میخواییم برنامه سیاسی پخش کنیم. آقای دولمانی میخواد برنامه سیاسی پخش کنه. هیچ چیزی مانی میهن تیوی میخواد برنامه سیاسی پخش کنه. ولی ما دشمن با اونا نیستیم. مردم ایران احتیاج به لبخند دارن. احتیاج به شادمانی دارن. اگر جم تیوی اومد سریال ها رو دوبله کرد، مرتضی عقیلی و بهمن مفید نازنین و اوورد سریال درست کردن، هنرپیشه‌هایی که تو ایران تفلک ها اوضاع سختی داشتن اومدن برنامه درست کردن، کار بدی کرده؟ خیانت به وطن کرده؟ ایران رو به دشمن فروخته؟ نه، نبندینش به مجاهدین، این کار زشت رو نکن. البته سازمان مربوطه پرید وسط تا این اتفاق افتاد. سپاه پاسداران اطلاع سپاه رو کشته. یه سازمانی این رژیم دو روی سکه خودشونو به در و دیوار بزنن که از مسائل بهره برداری کنن. عجیب اینا شبیه به همن. آدم دیکتاتور زده و استبداد زده که ذات وجودش دیکتاتور و استبداده، این نمیتونه با دموکراسی روی خوش داشته باشه، نمیتونه با یه تلویزیون آزاد ارتباط برقرار کنه. تلویزیون باید سیمای آزادی بیوه مرحوم رجوی باشه، اونجور براشون تلویزیون خوبه. تلویزیون سعیدو میخوان چیه؟ چه ارتباطی اینا با هم دارن؟ بعد وهم دارن میگن پدر سعید در عملیات فروغ جاویدان کشته شد، در عملیات مرساد. سعید با سازمان مجاهدین در ارتباط در دو ساله اخیر. چرا دروغ میبافید؟ شرم بکنید، از همسر و فرزند داغدار شرم بکنید. همونطور که برای عباس میگفتید، برای عباسی یزدانپناه هم چه داستانا گفتید؟ عباسی یزدانپناه در دادگاه لاهه به نفع جمهوری ولایت فقیه رأی نداد، برعکس بر ضدش رأی داد. در ماجرای کرسنت مدرک داشت، بر ضدشون رأی داد. هی بسا آرزو که خاک شود. واقعا برای من قابل تحمل بود. حزب الله قتل رو انجام میده. فکر میکنید اولین شبکه خبری و دستگاه خبری که داستان قتل رو پخش میکنید چیه؟ شبکه العالم، شبکه عرب زبان جمهوری اسلامی از فرستندش در بیروت. دیوار به دیوار المنار حزب الله دیگه. گاهی اوقات میبینه خبراشون هم یکیه، حتی شوهاشون یکیه، مهمانانشون یکیان. البته المنار حرفه‌ای تره. این العالم یه گوینده داره، وای وای، دو تا شیوی داره، اینا رو روغن بریانتین میزنه کج میکنه، دیدنیه مدل حرف زدناش. اسرائیل اومده زده انبار اسلحه برای حزب الله رو لت و پار کرده، میاد اونجا میگه که واقعا جبهه ممانعت با سکوت خودش پدر اسرائیل رو در آورد. اسرائیل زده داغونتون کرده، شما پدرش رو در آوردید. اینم شبکه العالم و المنار. اول العالم خبر میده، اول همه، اولین رگه های مجاهد بازی رو العالم شروع میکنه، بعد فارس، بعد تابناک. خیلی قشنگ آدم میگم. بعد خبر، سایت خبر داستان میبافه، بعد سایت میرکاظمی میاد داستان رو مفصلتر میکنه، اسم آقای رضا طباطبایی رو میاره وسط. شرم بکنید. باور کنید من همین جوری فکر میکردم، خدایا اینا چه جور آدمایی هستن؟ جنایت میکنن، آدم میکشن، بعد با وقاحت کامل از جنازه هم نمیگذرن، جنازه رو هم میخوان بدنام کنن، خانواده رو میخوان بدنام کنن. شما این رو فقط در رژیم جهل و جور و فساد جمهوری اسلامی میتونید ببینید و دست پروردگانش مثل حزب الله.
درنگ کوتاهی میکنیم و باز میکردیم. درود دوباره. فضا رو مجسم کنید، سایه حضرت حافظ بر سر شماست، در اون فضای مقدس زیبای عارفانه نشستید، بانوی باریک میان و خوشرو وارد میشه، می نشیند و تنین آوازش حضرت حافظ رو هم به شوق میاره، بار دیگر شاخ نباتش رو یاد می. اسم این بانو پریساست و این آهنگ رو اونجا اولین بار در جشن هنر ما شنیدیم. حالا خانم راحله برزگری با استادی در کنار استاد حسین علیزاده بازخوانی کرد. فکر کنم شاید زیباترین چیزی بود که میتونستم به خانواده سعید بدم. سعید کریمیان که دیگر نیست. لحظه چند بر این لوح کبود نقطه‌ای بود و سپس هیچ نبود. اما سعید هیچ نبود، پایه اساسی رو گذاشت که پایدار خواهد بود. دیر سالی
پسر جوانش هست، برادرش، خواهرش، همسر گرامیش که خیلی هم همراه و همدلش بود، و اینها نمیگذارند در کنار همکارانشون این تشکیلات فرو بنشیند و رژیم جمهوری اسلامی بشکن و بالا بندازه و مزد حزب الله رو بالاتر ببره. بریم به خانه پدری، بریم سر بزنیم در بیرون خانه پدری که حکایت ما عشق بود. من بسیار آزرده شدم از حرفای آقای خامنه‌ای روز یک شنبه. آقای خامنه‌ای در تمام مدت گفتن در انتخابات بی‌طرفم. گفتن من یک رأی دارم، این رأیم به کسی که خودم دلم بخواد میدم، دخالتی نخواهم کرد. در روز یک شنبه ایشون عهد خود رو نقض کردن، دخالت آشکار در انتخابات کرد. مردی به نام حسن روحانی 16 سال نماینده ایشون بوده در شورای عالی امنیت ملی، از اول حکومت هم با هم بودن. آقای رفسنجانی و خب روحانی نزدیکتر بودن، ولی به هر حال مورد اعتماد آقای خامنه‌ای هم بود. آدم گرگ بیابون بشه، رئیس جمهوری جمهوری اسلامی نشه، شغل رو هوا، فقط شاید بتونه خود فضا رو عوض کنه. دیروز اتفاقا تو تلویزیون العربیه میگفتم و اسکای نیوز، آقای خامنه ای عملا داره میگه که رأیش رو یا به خادم الرضا میده یا به خادم الولایه. در این میدان سه نفر هستن، سه تا آدم که یکیشون در جریان مناظره اوت شد، سود شد، دود شد، به قول مشقاسم رفت هوا، به نام سید ابراهیم رئیسی، آیت الله قاتل، دود شد. اصلا چرخ هفتم درشکه بود، ناقارزن پای دایل، اصلا معلوم شد برای چی اومده بود. نه حرف بلد بود بزنه، نه برنامه داشت، انتقادهای آبکی رو هوا. روحانی کیسه بکسه بزنی، هر کی میرسی یه دونه بزنه. 8 سال اون مردک دزدید و برد و مملکت رو نابود کرد و یک دکون پاره خالی ورشکسته دادن به این بابا. 35% تورم، 60% زیر خط فقر، کشور ورشکسته، درا بسته، دنیا پشتشو کرده. این دوران خاتمی بعدم میکنه یادتونه، تمام سفرهای خارجی رفته بودن، هیچکی نبود، اومد در و واتیت برشون گردون، لبقند، بوسه، سفر، نمیدونم رابطه انسانی. توفه آرادان آوردن که از آقای هاشمی به ایشون نزدیکتر بود. این بلایی هم که آورد، آخرم که دیدیم چه احترامی برای رهبر گذاشت، کهریزک و انداخت گردن ایشون، تبدیلشون کرد به سلطان مستبد. حالا انواع اقسام صفات رو براشون منظور داشت. یک کلمه خاتمی تالا به ایشون حرف ناسواب نزد. یا آقای روحانی، آقای خامنه‌ای روحانی رو سکه یه پول کرد. روحانی چه قبلن چه حالا در جریان مناظرات و صحبت ها اشاره میکرد که سایه شوم جنگ بر سر کشور بود و راست میگه. حتی آقای اوباما برنامه نظامی داشتن، بارها هم اوباما هم وزیر دفاعش هم معاونش بایدن چندین نوبت گفت راه حل نظامی رو میزه. آقای روحانی اومد با برنامه برجام سایه جنگ رو دور کرد. آقای خامنه‌ای چی میاد میگه؟ گاهی میشنوم بعضی میگویند یا در گذشته گفتند که وقتی ما آمدیم مسئولیت پیدا کردیم توانستیم سایه جنگ را از سر کشور رفع کنیم، اما این حرفا درست نیست و واقعیت آن است که در تمامی سالهای متمادی حضور ملت در صحنه باعث رفع سایه جنگ و تعرض از سر ایران شد. اصلا آقای خامنه‌ای هم چیزی درست نیست، اصلا این جمله هیچ معنایی نداره. اگر حضور ملت در صحنه در سال 1388 یک ماه چند میلیون آدم تو خیابون اومدن و رفتن، اومدن رفتن، درگیر شدن، انواع اقسام شعارها رو دادن، از خطوط قرمز گذشتن، اون همه حرف زدن، در صحنه بودن، پس لابد مشوق خارجی بودن که بیا و بزن. نه، چنین نیست. رژیم کوبا اگه میخواست
یه میلیون آدم میورد تو خیابون. صدام حسین همون آخر اومد تو کراده یه دقیقه بالا 10,000 نفر دورش جمع شدن. پس بودن مردم در صحنه اونم با ساندیز با ساندویچ عامل این نیست که خارجی ایران رو نزنه. اونم خارجی که یه طرفش اسرائیله فقط دنبال بهانه میگرده. به خاطر حضور مردم در صحنه مردم بیچاره رو 4 سال یه بار میکشیم پای صندوقای رای، هر بار به یه بهانه آ بریم از بد و بدتر یکی رو انتخاب کنیم. دیرو با دکتر جمشید اسدی صحبت میکردم، بحثمون به همین جا رسید. گفتم جمشید یادته دکتر نراقی زنده بود چون قمخیش هم هست، بحث میکردیم. گفتم من هیچ وقت رأی ندادم غیر از دوره اول به زنده یاد دریادار مدنی، ولی تو جمشید میگفتی نه من اگه لازم بدونم میرم رأی میدم. و امروز ما در یه شرایطی قرار گرفتیم مردم بیچاره نشستن میگن چیکار کنیم، اگه نریم رأی بدیم رئیسی میشه، اگرم بریم رأی بدیم خب آقای خامنه‌ای به هدفش رسیده، نشون میده نگاه کنی همه طرفدار ما. و به این نتیجه رسیدیم. الان 6 تا حزب کرد تحریم کردن. من اعتقاد داشتم با تحریمشون مطالبی رم عنوان میکردم، فقط اینکه انتخابات آزاد نیست کافی نیست، باید به مردم کردستان میگفتن اگر به هر دلیلی، یا به مردم بلوچستان، به مردم سیستان، حزب مال همه ایرانه فقط مال کردستان نیست، اسمش کمله و حزب دموکرات هست ولی متعلق به همه است، اسمش خباته ولی مال همه است، باید میگفتن که آقا اگرم رفتید اونجا رأی بدید اسم دکتر قاسملو رو بنویسید، اسم مصطفی هجری و خالد عزیزی و کاک عبدالله مقتدی رو بنویسید، اسم کاکشلا مقتدی رو بنویسید. چه اشکال داشت؟ حداقل رژیم صندوقا رو باز میکرد، این اسامی رو میدید اندازه خودشو میفهمید چیه، تقلب میکرد، به دروغ میمند، میگفت همه این آرا رو به رئیسی دادن. اما من یه نکته رو بهتون بگم، در این انتخابات به خصوص آیت الله قاتل 1,000,000 رأی هم نمیاره، یعنی حتی همونی که دو قم نشسته اعلام کرده بهش رأی میده، همون سعید جلیلی که زیر پرچم سینه میزنه، اینا هم خجالت میکشن برن رأی بدن، شب برن جلو زن و بچهشون بگن ما به یه قاتل رأی دادیم، به کسی که 4,700 نفر مجاهد و فدایی و مبارز و ملی و چپ رو تیربارون کرده، خجالت میکشن. بنابراین اگر صحنه انتخابات به گونه چیده بشه که رئیسی 1,000,000 رأی بیاره، هر کاری هم بتونن بکنن نمیتونن برندش بکنن. قالیباف هم به نظر من اشتباه کرد این دوره شرکت کرد، قالیباف و جهانگیری لولش کرد. ما بعد از مناظره برنامه نداشتیم با راجبتون صحبت کنیم، من فقط براتون یک گلچین، یک مجموعه از این مناظره در آوردم مختصر، اینو پشت هم میشنویم، بعد من راجبش میخوام صحبت بکنم، نکاتی رو بگم که شاید مورد توجه قرار نگرفته، چون فقط این نیست که اینا اومده این حرف رو زن رفتن، نه، یه تعملی بکنیم. و اینم بگم شریفترین آدم در این مناظره هاشمی تبا بود. با هم نگاه میکنیم. مردم ما باید بدونن که درآمد دولت عمدتا نفت و مالیات، یه چیزی نیست، اون بقیه دیگه خیلی کمه. باید حساب بکنیم، این که ما میگیم به 1,000,000 نفر شغل میدیم با اشکال نداره به 10,000,000 بدیم، چرا 1,000,000 بدیم؟ باید محاسبه کنیم ما پولش از کجا میاریم، امکاناتش از کجا میاریم. بیکاری ریشه کن کردن راهکار داره، همینجور گفته بشه پتروشیمی 1,000,000 تن 600,000 تا شغل ایجاد میکنه، ما تو این دولت 9,000,000 تن ظرفیت پتروشیمی اضافه کردیم،
پس ضرب در 600 بکنید دفعه میشه 5,400,000 تا شغل. میگه شغل همینجوری ایجاد میشه. شما میدونید شفاف سازی هر پرونده رو یه مهر محرمانه روش میزنید، یعنی دولت 4%. مردم نفهمن همین پتروشیمی که شما میگید شغل ایجاد میکنه، ولی شغل ایجاد میکنه، ولی 4% یه که دوستان شما نای جهانگیری دوستان شما هستن، اینها میان اینا رو در همون مواد اولیه اول صادر میکنن به کشور همسایه بدون اینکه بدن به زیر دستیاشون. خواستین بعد میگم اینکه گفته میشه سرمایه هست الان. خیلی خب، ما الان 200 میلیارد دلار میخوایم تو نفت و گاز سرمایه گذاری کنیم. بفرمایید آقای قالیباف، هر که آماده است فردا صبح بیاد. ما نمیشه اینجا عدد و رقم بدیم، بگیم که ما 1,000,000 نفر رو بهش مسکن میدیم، 1,000,000 نفر رو شغل میدیم، 1,000,000 نفر رو چیکار میکنیم. این نمیشه واقعا، مگر اینکه کسی برنامه داشته باشه و بگه. آقای روحانی سوال کردن که آیا میشود اجرا کرد؟ آقای روحانی این متن برنامه ششمه، یعنی اگر دولت بخواد دولت باشه موظف است بر اساس قانون عمل کنه. اگر بخواد با قانون عمل نکنه طبیعتا نباید بیاد توی میدان، چون اولین اجرای اولین وظیفه رئیس جمهور عبارت از اجرای قانون. قانون میگه باید مسئول 1,000,000 بتونه شغل ایجاد بکنه. مشکل محیط زیست مثل مشکل بحران اجتماعی، مثل بحران اقتصادی امروز حل نشده. چرا نشده؟ به خاطر که این دولت الان شما هر صحبت اینجا شنیدید میفرماین این نمیشه پول میخواد، اون نمیشه چون این روش رو نداره، اون نمیشه چون ما نمیتونیم. خب مردم باید چیکار کنن؟ چرا نمیتونیم؟ ما میتوانیم. ظرفیت مشخصه. نگین این شعاری. بنده هم با بررسی ها، چون فرمودید برنامه، چرا برنامه داریم که انشالله 1,000,000 شغل کاملا اجرا بشود. شما به هر حال این جامعه سالی 1,300,000 نفر دارن میان، یا شغلانش رو تهیه بکنیم یا نکنیم. اشکال اساسی دولت شما اینه که مجموعه برنامه هاتون و اقداماتتون یا همیشه میگید نمیشه، سرمایه نمیاد، اون کار نمیشه، و بعد هم واقعا دفاع میکنید از کسانی که جز اون 4% هستند. ببینید هزار مسیر جلو شما میذارن که شما در حقیقت نتونید وام بگیرید، ولی در یک سال بیش از 500,000,000,000 تومان وام داده میشه بنا به گزارش بانک مرکزی. برین لیستش در بیارین به کی دادن. بی صداقتی ایناست. من چند نکته رو برداشتم به چند دلیل بود. یکی این که آقای قالیباف مرتب صحبت از شفاف سازی میکرد. آیا آقای قالیباف در عمل کردش در شهرداری شفاف عمل کرده؟ داستان این خونه و زمین ها، سکه ها به نمایندگان برای چی بوده؟ به چه دلیلی شهرداری به نمایندگانی که حق مسکن میگیرن میره بهشون حقوق و پول میده؟ آقای قالیباف درآمدهای خودشو منتشر کرد؟ فقط مصطفی میرسلیم بود که چیز فیش حقوقیشو منتشر کرد. آقای قالیباف گفته که آلودگی شهر رو داره صحبت میکنه، گفته بابت این ساخت و سازهای بی رویه چقدر پول از مردم گرفته و این پول هزینه چی شده. وسط پل رومی بغل باغ سفارت ترکیه، این طرف سفارت آلمان برج 20 طبقه ساختن، کمک میکنه به پاکسازی فضا. هر ساختمونی که 40 تا ماشین توش میره اینا کمک میکنه به، یه وقتی میگفت یه باد از شمرون میاد هوای تهران عوض میشه. حالا چی؟ کوچه های زیبای قلهک و چاله هرز و شمرون و فرمانیه و کامرانیه و زعفرانیه همش تبدیل شده به برجای مسکونی. این کار از زمان متاسفانه آقای کرباسی شروع شد و همینجوری ادامه پیدا کرد. آقای قالیباف از شغل میگه. چند جا با آقای روحانی گفت شما قول دارید 4,000,000 شغل. من رفتم مراجعه کردم به حرفای آقای روحانی، ببخشید به روحانی رفتم مراجعه کردم، دیدم داره میگه آره اگر 13,000,000 هم 10,000,000 توریست بیاد به مملکت، وقت میشه برای 4,000,000 نفر کار ایجاد کرد. شما 750 تا 1,000,000 زائر شیعه میمد به خراسان، به مشهد. 50 تا هتل
همیشه پر، همیشه پر. دوستای کویتی من میگفتن، میگفتن آقا بهترین کاری اینه که آدم بره مشهد سرمایه گذاری کنه، هتل بسازه. قراردادای یه ساله میبستن حمله داراشون، اینا که حمله دار فقط برای مکه نیست، برای اینجا هم حمله دار داشتن، شرکت های توریستی که فقط کارشون مشهد بود و قم میمدن، با حمله به سفارت سعودی اونو بستید و سردسته اشغالگران مشاور آقای قالیبافه و در ستاد ایشون مأمور اجرا. خیلی جالبه ها، شما ایراد میگیری که آقا تو وعده دادی شغل ایجاد کنی، بعد یک چیز رایج و شغلی رو که اقلن 50-60,000 نفر ازش دارن زندگی میکنن تو تعطیل میکنی، بعد ایراد میگیری. جالبتر از همه کلمه مادر عروس بود، یعنی آقای سید ابراهیم رئیسی. بله ما هم یه برنامه هایی داریم انشالله موقع ظهور حضرت خدمت خود ایشون تقدیم میکنیم. یک آدمی در ستاد آقای روحانی در ایلام اومده یه نامه به امام رضا نوشته، اتفاقا خیلی هم قشنگ بود، منم جای اون بودم این نامه رو میدادم، چون به هر حال اینا پیغمبر و خدا رو که مصادره کردن، امام ها رو مصادره کردن دیگه، گویا اینکه امام خمینی رو دارن بالاتر از امام رضا و معصومه و همه میگذارن، شاه چراغ و غیره. بله اومده نامه نوشته به امام رضا، آه قربونت برم، تو که آدمی هستی که به قول فهمیم سخن آهو رو میبخشی زامن آهو میشی، یک قاتلی اومده اونجا شده تولیتت، اینو نمیبینی واکنش نشون نمیدی؟ یه قاتل دیگه پدرزنش به نام علم الخدا میگه من شاه خراسانم، سکوت کردی هیچ چی نمیگی. درود به این دانشجوی عزیزم، نمیدونم اتاق فرمان صداشو دارن براتون پخش بکنم، در برابر علم الخدا پوستشو کند، پوستشو کند. اگر اتاق فرمان دارن به من بگن که صدای این دانشجوی نازنین رو پخش کنیم. بله من فکر میکنم اینو گوش بدیم چون از هر چیزی قشنگتره. صدای این دانشجوی نازنین دل منو شاد کرد، دیدم هنوز شجاعت در ایران از بین نرفته، هنوز شهامت از بین نرفته، کهریزک و همه اینا باعث نشده که این جوان سرفراز و سربلند دانشجوی دانشگاه مشهد صداش در نه. گوش بدیم به حرفاش، علم الخدا نشسته خطاب به این جنایتکار، ببینید چه میگه. باید علم بهار و باران برداشت، تا حوصله هست شخ باید زد و کاش، من سبز شوم یا نه غم نیست، مگر این مزرعه را سبز نگه باید داشت. بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و خسته نباشید دارم خدمت کلیه حضار عزیز، خیر مقدم عرض میکنم خدمت حجت الاسلام و المسلمین علم الخدا، نماینده محترم مقام معظم رهبری در استان خراسان رضوی، جناب علی دکتر شیخ الاسلامی ریاست دانشگاه آزاد اسلامی استان خراسان رضوی و کلیه عزیزان. از این که حضرت عالی را در ماه‌های منتهی به انتخابات زیارت می‌کنیم و حضرت عالی در این برهه به یاد جوانان، دانشجویان و تشکل‌های دانشجویی در دانشگاه افتاده‌ای، به هیچ عنوان خرسند نیستیم. ما آرزو می‌کنیم که همیشه انتخابات باشد تا مسئولین به یاد دانشجو و دانشگاه بیفتند، ولی برای حضرت عالی این شرط لازم بوده ولی شرط کافی نیست. برای زیارت حضرت عالی در محیط دانشگاه هم باید نزدیک به انتخابات بوده و هم از نزدیکان حضرت عالی نیز جزء کاندیداها باشد. متاسفانه در سال گذشته شاهد از دست دادن دو اسطوره عقلانیت و اعتدال در سطح کشور و استان بودیم، حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی و آیت الله واعظ طبرسی، که فقدان این دو بزرگوار در سطح کشور و استان باعث گسترش تندروی و افراطی‌گری گردیده است. در شرایطی با حضرت عالی سخن میگوییم که شهر مشهد از لحاظ بین المللی و در سطح کشور از شرایط مناسبی برخوردار نمی باشد. عده‌ای ما را حکومت خودمختار تحت زمام حضرت عالی دانسته و عده این شهر مقدس را جولانگاه جریانی که وجهه اصلی انقلاب را استحاله کرده و باعث تندروی و با تندروی باعث شده است که چهره انقلابیگری یک چهره قانونگریز، بیخرد و خودکامه به جهان مخابره شود میشناسیم. و اخیرا نیز این افراد نشان دادند که در جای جایش از مقام معظم رهبری نیز عبور خواهند کرد. به راستی چرا ما با آن همه سابقه تاریخی و فرهنگ غنی در خراسان و همچنین وجود نورانی ولی نعمتمان حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام به این نقطه رسیده ایم؟ بر طبق
حضرت حجت الاسلام، ما دانشجویان به عملکرد حضرت عالی در بسیاری از زمینه‌ها نقدهای جدی داشته که در ذیل به مهمترین آنها اشاره می‌نماییم. بر طبق فرمایشات مقام معظم رهبری، عمل به قانون فصل الخطاب همه مسئولین می‌باشد، ولی در این شهر مسئولین به خود اجازه می‌دهند قانون را زیر پا گذاشته و سخنرانی‌های قانونی و کنسرت‌هایی که مجوز اجرا دریافت نمودند و امثال این موارد را لغو نمایند. و جای بسی سوال است که چرا حضرت عالی به جای تمرد جستن و محکوم کردن این بیقانونی ها از این افراد حمایت و یا سکوت می‌فرمایید. متأسفانه ضد و نقیض‌های بسیاری در هر درود بر تو پسرم، دانشجوی دانشگاه آزاد. حضورتون عرض کنم آقای محسنی اژه‌ای چون برنامه‌ای که ریخته بودن حسین فریدون رو بگیرن برادر رئیس جمهوری نتونستن، حالا اومدن تو خونه یک وزیر پوشاک قاچاق پیدا کردن. این وزیر مال خانومش بوده، خانومش پوشاک آورده قاچاق. یه داستان دیگه داره محسنی اژه‌ای، یعنی ابوالفساد جمهوری اسلامی. دهم اردیبهشت روز خلیج فارس، روز ملی خلیج فارس، خلیج همیشه فارس. و چه بهتر این روز رو گرامی بداریم با شعر علیرضا طبایی نازنینم و درود بهش بفرستم و ترانه جاودانه خلیج فارس با صدای پروا. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته باد. علیرضا نوری‌زاده تا فردا همه شما را به پروردگار عاشق می سپارم. وقتی که ملک هند چین